د اریانا نیوز غادرمنیدونکو سلام اسلام حجاب زمیربن د خبرونه وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې خو سر کې مرپام راګرځوم د افغانستان او سیمه لنډو اقتصادي خبرونو ته د هیوات پنګوال وایي د عملیه والی حکومت ور سره کړي شمنین نه دی پوره کړي دوی زیاتوي چې په سلګونه میلیونه ډالر پنګونې وکړه خو د زمکو برېخنا او امنستون ځای لا هم نه ده حل شوه د سوداګری وزارت مسؤلین وایي حاضر دي چې د پنګوالو استونزي پہ حل کو لو کی اهم کاری وکړي د بلخ په نهر شاهي ولسوالي کې نګدي او کيلومتر په اوګدوالي د یو کانال د جوړېدو چارې پیل شوې دي په دې سره بعد سباندې لزر هکتار ازمکه د ګوري مار کلی کې خړوبسي په پینزو 80 کې بعد جوزجان یو سب سټیشن د جوړولو چارې پیل شي چې په جوریدو سره به دریش پته میگا واټا برېخنا ته ولېږي د دې پروژې په بشپړېدو سره بعد د خلکو د برېخنا ستونزې تر یو بریده کمəsi د ایر فرانسه هوایي شرکت ویل چی د اقتصادي ستونزې له عمله با تهران ته خپل پروازونه کې کموالې راولي د یاد شرکت مسؤلینو خبری رسنیو ته ویل چې داغه افریقایي د دا یاد شرکت د رهبرۍ د تصمیمونو پر اساس کړي دوی د دغه پریکړه یو لامل د مارکیټ خرابوالي بللیدي دوی د یادونه وردا چی د امریکا د ولسمشر د روسي سرګندونکو په اړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یې کړي لهغه ورسته د ایر فرانس شرکت دغه پریکړه اعلان کړي ده, ده, ده. قطرمنو لیدونکو او لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په سر کې ووردل افغان پنګوال او صنعتکاران تر یو بریده شکایت لري چې د مليوالي حکومت هغه جمنه چې د دوی د امنیت تامین د د بریښنار اسول د زمکو د ستونزې حل پاړه ورسره کړي وتر ډیره هدیه ندی پوره کړي او ستونزې په خپل ځای پاتې دي په خبرونه کې را سره د صنعتکارانو د انجمن رئیس سخی احمد پېمان ده او په همدې موضوع باندې بحث لرو کوخلري لمون سرپات سي په من سرګرام ته په خیر اخلي من نه جواب سي په منځ د ملي حکومت درې کاله تیر شو د او تولیدات او و وضعیت څنګه ده بار سلام خدمت شما همکاران تخنیکی و بیننده های محترم آریانا نیوز به چالش های اقتصادی در افغانستان از این سال نه که در یعنی در یک دهه پیشتر ما این مشکلات را داشتیم و داریم چون یکی از بحث های مهم در کشور موضوعات اشتغال و سرمایه گذاری یکی از برنامه های حکومت چی در گذشته چی در, در آل بوده و حالا که چرا ما به او اهداف برنامه هایی که حکومت داشته چرا اونا کاملا تحقق پیدا نکرده؟ خوب یک موضوع است در آل یک موضوع تقریبا میشه گفت یک موضوع تکراری که مشکلات ما در صنعت در چی هست و اقتصادی افغانستان چالش ها در کجا هست و چی کارهای صورت گرفته و چی کارهای تا به حال هنوز مانده ما متاسفانه مشکل بنیادی از کجا شروع میشه و اگر در بخش سرمایه گذاری ها در افغانستان و رسیدن به یک استقلال نسبی اقتصادی که حداقل آنچه که در وضعیت اقتصادی افغانستان هست که ما بتوانیم حداقل یک وضعیت مناسبتری را در کشور ایجاد شود او همو بس پروژه های بزرگ از بس سرمایه گذاری ها هست جذب سرمایه گذاری که تا همین چرخش اقتصادی ما از همین آلت رکود که فیلن هست خب نمیشه گفت صد درصد رکود خب به یک حساب ما اگر رشد اقتصادی افغانستان از سال 2007 و برحال یک رشد کازه بود که مثلا ما تا 8 9 درصد رشد اقتصادی داشتیم 2007 2008 بعد از اون دیگه آیستا آیستا با رفتن خارجی ها و تغییراتی که در افغانستان ها آمد با به وجود آمدن حکومت وحدت ملی خب ما امروز رشد اقتصادی افغانستان یعنی دو شاریه پنج است که از هفت شاریه نیم ای دو شاریه پنج رسیده اگر رو ما محاسب کنیم که ما سانه سه درصد عم بهساب رشد نفوس افغانستان است باز هم ما منفي حساب مشه یی به حساب و پهمنصب اساسی ستونزا چیرې ده چې په دا غلاسو کلونو کې تاسو یادونه کړې چې دا موضوع تکراری هم ده او مونږ ته هم تکراری ده اساسی کار ولې نكيږي الیڅ د لدی بحران نو چې نسوته لای مونږه او وقات اگر و انتظار هم مشکل است کې براورده شوه کې افغانستان در یک دہه یا در چند سال یې کاملا مبدل شوه به یک کشور بو یک رشد اقتصادي سب با ثبات او پایدار از نظر اشتغال از نظر کار مارکیټ کار مو که مو بتونیم یک اساس را یک بلانس مناسب را داشته باشو څنګه هغه څنګه هغه د مبادله کولو په لور موږ آیا د حرکت په حل کې یو کوي دقیقان به من مشکل در کجا هست حالا ما مییم تنها روی بحث سرمایه گذاری و اقتصادی که صحبت میکنیم آیا ما استراتژی اقتصادی دولت چی هست آیا ما نقشه را داریم به اساس پلان تعیین شده و استراتژی اقتصادی داره دولت که ما به ما اساس پلان خب ببینین اول خو خب باید توسط کارشناسان افغانی ما افغان ما کاملا یک استراتژی که مطابقت داشته باشه با وضعیت اقتصادی افغانستان ای به شکل بومی سازی طراحی شوه هر کارشناس هر مشاور اقتصادی که از بیرون در افغانستان بیا مشکل است که وضعیت مارکت و وضعیت اقتصادی افغانستان درست بتونه تحلیل کنه تا یک استراتژی مناسب با شرایط افغانستان ایجاد شود. مشکل حینم اینجا است که ما یک نقشه را انوز گم است به اساس نقشه را اولویت های اقتصادی کشور دقیقا نقشه را باید کی بسازه حکومت یا سکتور خصوصی یا با هم نقشه را را حکومت کارشناس های اقتصادی مشترکن با سکتور خصوصی بیشینه یک نقشه درست را ترایی بکنه یک استراتژی اقتصادی را ما داشته باشیم صنعتی اول بیا چالش ها و اولویت های اقتصادی شناسایی شود دوم بیا ظرفیت هایی که ما در افغانستان داریم این ظرفیت ها شناسایی شود به اساس شناخت و تثبیت ظرفیت ها اینجا دولت باید چکار بکنه بیا امو زمینه را مساعد بکنه امو امو بایساب اما بستر را ایجاد بکنه تا ما از اما اما ظرفیتی که در افغانستان داریم از این استفاده شود اگر در بخش معادن افغانستان است این یک پیچیدگی و قوانینی که در معادن افغانستان هست ما به طور مثال صدها فابریکه سنگ ما مثال میگیم اینا به حساب به بی سرنوشتی به سر میبره به خاطر چی به خاطر که چهار سال شده این قانون وزارت مودل مشخص نیست که وي مين برنامه هر وزير مي قانون د قانون دي دست... مشخص نيست خو اين مي انمي برنامه هم مين هم قوانين هاي هست كه تمام اموامو راها را به حساب بيمن حساب تاسو ويلي چې خصوصي سکتور د دا... خپل د حکومت او افغان کارشناسان بيد لارو جوړه کې ظرفيتونه مشحترو سف بده تيرو لس کلونو کې او په جمع دغه نظام ملي اولي حکومت په افغانستان کې ظرفیتونه مشخصې ندي آیا یو اقتصادي تګلارې موږ تر اوسه پورې نه لرو که حکومت کې ظرفیت نو خصوصي سکتور کې خو ظرفیت څه تاسو ورته او څه وړاندې کړئو دقیقان موږ در افغانستان خوب ظرفیت هم درې سکتور خصوصي واقعا ظرفیت دره ظرفیت درې د در 10 سال واقعا ظرفیت به وجود اومه ده او ما این مشکل داریم که همو اا اا اما استراتژی که واقعا تناسب به مشرایت اقتصادی افغانستان ایت ترایی شود دیزاین شود و با با مون نقشه را ما عرکت بکنیم او هنوز به دسترس نیست دسترس نیست اگر به دسترس می بود اما, اما استراتژی اقتصادی ما ما میتونستیم حداقل با یک هدف مشخص که در یک سال ما چی برنامه داریم در سه سال باید صنعت ما به کجا برسه در چهار سال باید بلانس تجارتی ما به کجا برسه در اخیر ارسال در اخیر ارسال وزارت محترم اقتصاد یا وزارت های دستن در کار که در این مسئله کار میکنه اینها بیا وزیر اقتصادی افغانستان رو بگوید که ما اگر فرزن در سال 96 وضعیت صنعت ما بلانس تجارت ما به ای فیصادی بود به ای درصد بود ما در اخیر سال 97 ما در طی یک سال با این پلان کاری دولت ما توانستیم حداقل این بلانس را به طور مثال 90 90 درصد این را ما آوردیم در 85 درصد یا 80 درصد یک به طور مثال یک ارقام شرف وو وضیه کې قناعت بخش باشه هم به با مردم هم, هم, هم به سکتور خصوصي کې هم مې ببينم چې زه تا بهال هم هر چیز په شکل سردرگم است هیڅ وزارت هیڅ وزارت هیڅ جاسته به نظر مې هیڅ امار او ایساي درست نه میتونه ایرایه بده کې ما د کجای په منسب د 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 دوی سره سوزلې ناسته لري او د دغه بهیر د صورت ورکولو سره دوی د دوی تګلارې او پلانونه سونه تاسو سره په همغږي دی او څونه ګډ حرکت کیستی نشاسته زیاده است سکتور خصوصي صنعتکارو با وزارتҳо خصوصا با خود رئیس جمهور کواقن با قاطعیت یې موهمه میکنه با قاطعیت بعض هم میګیم اول خو بینیم وزارتونه یەک کموانګی نشه بعضه ریاستҳо است کې بین ریاستها، ریاست ها بعض وزارت ها است که بین اینا واقعا یک موضوع مشترک که به وجود میاد هیچ اموانگی وجود نداره همین نبود اموانگی یا عدم اموانگی بین وزارت ها اینجا باعث کندی اجرای بعض طرحهای اقتصادی چی از جانب سکتور خصوصی و چی از جانب دولت یک طرح پیاده میشه برنامه ریزی میشه متاسفانه زمانی که ای باید به با مرحله اجرا با امو عدم اموانگی بین وزارت ها ای وایسه اما اسټاپ شوډه را موتور مشه یا واسه کندی حرکت هم تر مشه خو یو ترها هسته کینو اگر تر واقعا عملی نه سازیم چی داده راو میتونیم در اخر هر وخت تغییرات در اقتصاد افغانستان به وجود بیا په افغانستان د اقتصادي رشد لپاره څو عناصر دي پخپله د نظام په د سکتوري اقتصادي سکتور کې د د بحرنۍ او جاسوسي کړی چې چن نه وړي د افغانستان اقتصاد ودی کی کبي ظرفيت خلکشتون په دغه داسګه کې او دبي ظرفيت خلکوشتون او که بهیر له سره د ارادي نشټون دغه بهیر د حرکت ته او سلورم ده چې کت سیاسي حالات سیاسي کړهکیچونه سیاسي نزاکتونه په دې ټولو باندې تاثیر کم یاوی دی خو قوي تاثیر لري په دې بهیر باندې دقیقان چنتو عناصر یا چنتو موضوع هست زمان که چند تا مثبت باشه با یعنی چند تا باعث جذب سرمایه گذاری باعث تغییر اقتصادی و باعث رشد اقتصادی میره میشه ما به طور مثال میگیم ما اول بیایم, بیایم در افغانستان ببینیم که آیا دوران پولی در افغانستان وجود داره آیا تجار ملی ما آذر هست که در کشور سرمایه گذاری بکنه ای انصر کاملا یعنی جواب مثبت هست این زیاد از تاجرای ما از سرمایه ما، اینا واقعا علاقه است که بیاید در کشور خود سرمایه گذاری یعنی با, با جدیت با یک احساس ملی از سرمایه گذاری بکنه. به خاطر زی میخواه سرمایه گذاری بکنن وطنشان هست یک دوم ای که اونا ای برداشت داره میکنه برحال اینمی کشور است سی سی و میلیون در اینجا زندگی میکنه بر حال اینا مصرف کننده هست اگر ما در افغانستان تولید نکنیم بر حال می از کشورهای امسا منطقه بیرون میاد در افغانستان مصرف میشه, میشه این ظرفیت ای هم در مصرف کالا در افغانستان موجود هست و هم از طرف دیگر سکتور خصوصی خب این دو چیز ما داریم داره پول هم هست یعنی مالش 60 میلیارد دلار پول های ها سرگردان است در افغانستان بیرون از افغانستان در دو سال اگر شما حساب بکنیم ببینیم که چند میلیارد پول ما از افغانستان رفته مثلا در ترکیه به خاطر خرید خانه و سرمایه گذاری یا در امارات یا در جای دیگه شده یک مبلغ بسیار کلان پول از افغانستان بیرون شده اینها رو به خاطر چی به خاطر زی که زمانی که مارکت داریم علاقمندی سرمایه گذاری هست چی هست؟ موانع در کجا هست؟ اصل ما, خبر... ما مثلاً در کابل در کابل اگر خواسته باشیم در کابل این دولت اینا زمین را به اختیار سرمایه گذار این مارکت کابل خوب است تقاضا زیاد است اگر کس خواسته باشه در کابل سرمایه گذاری بکنه زمین نیست نمیتونه سرمایه گذاری بکنه میگم ما فعلا در کابل سرمایه گذاری میکنم و دولت نتونست همی زمین را مساعد بسازه که یک پارک صنعتی که واقعا در نزدیکی کابل باشه ای را ایجاد بکنه البته خوشبختانه در این نزدیک ها یک پارک صنایع سبز از و ایجاد شده و امیدوار هستم که دولت حمایت بکنه و سکتور خصوصی را که حداقل پارک ها را ایجاد بکنه این بس زیر ها است خب پارک ایجاد شده در این صنایع سبز که در دی سبز پارک صنعتی ایجاد شده یا در پارک های صنعتی پل که ما در آل آذر در اینجا فابریکات هم هست بعضی ها در آل توسعه است ما اینجا مشکل برق داریم ما در یک ماه به طور اوسط 16 روز ما برق داریم ما 15 روز برق داریم ببین ای ببین از تویات ما چقدر کاش پیدا پیدا میکنه چقدر کارگر ما یعنی بیکار میشه باز پس فرصت میده به دست کالاهای خارجی این چند تا مسائل مهم است و بحث ناهمنی هست یک بحث کلان از درست کشور دست سیاسی نزاکتون مثلا انتخابات کیگی و د ملیه والی حکومت پا ویش بنده و بیلا بیل دقا موضوعات تاثیر چی پا اقتصاد بنده و رشد خب اختلافات یا بحث سیاس، سیاسی که در کشور جریان داره ممکن هست که گروه های سیاسی هم اونا به این علاقه باشه که باید در با کشور سرمایه گذاری صورت بگیره این خود همی بحث های سیاسی و اختلافات درونی اینا باعث میشه که اینا از مسیر اصلی توجه بر اقتصاد افغانستان توجه بر مو زرفیت سازی وزیرمناهای کې بوسترزو فوکس وکړم هم ګیدس په دستم باندې کار وکړم اونې توجو زو زیاتره روی مسأله دیګه میشه و اینجه آیست آیسته ایسته به فراموشی سپرده میشه ای اصل مشکل از این واینج ایجاد میشه په من سپتا سید د هیوات د یو صنعتکار یو او چرماګزار په توګه درتلون کې انتخاباته نه چون نه چون اندیخمن یی د افغانانستان کې د آسیابر مختیی بانک ویلی وی که په دغه انتخابات کې وی نتيجه په مسلمت عامیز ډول باندې و منل سي خو هي خطرخه او کوونه منل سي وی د افغانستان اقتصادي حالت به وی نور هم لستونځو سره مخ سي او خپل وی د افغانستان سرمایګوزاران دی بهیر ته وی ډیر د شک پسترګوري او د دې بهیر له تکمیلېدو ته وی ډیر نارام دي دی. تاسو دو سرمایګزار په توګه دا څونه یو ستر بوج یاستر ستونزابول دی د کاروبار د روښتو او د پرمختیا او د تر سره کېدل دقیقان باسه انتخابات باسه بسیار سرنوش سازه است ک هم میتونه کشور را په طرف بوران سوق بده هم میتونه کشور را په طرف اسایش او صلح او امانیت او یک اقتصاد پایدار او اشتغال او ino پس برمیگرده به ما او او انتخابات افغانستان که ما امیدوار هستیم با تلاش که دولت داره جامعه جهانی داره امیدوار هستیم که ما یک خو د خبره داده چې افغانستان که د برد و باخت د فرهنگ نسته ده هر څوک چې ناکام سیاب یا خپل لاغه ناکامي نه مني بیا غي لارو ته وزي کوڅو ته وزي سرکونه باندې ټولنیز اقتصادي بهیرونه لستونزو سره مخامخ کوي لکه حکومت نمغخته نصدا چې دغه حرکتونو دغه ستونزو د مختکې دول لپاره کوم باید هيمايي تدابیر ونیسی او څړ ډول فقاتيات سره باید داخپل پروګرام مخکويسي خو متاسفانه تور یک قسمت قدرت هایی که فیلن شکل گرفته در افغانستان یک قسمت ممکن هست همه چیز به خاطر منافع شخصی باشه اگر همه دید همه سیاسیون ما کسایی که در قدرت هست کسایی که در اپوزیسیون هست کسایی که همه شهروندان کشور ما زمان میتونیم به ما آرامش در کل کشور در یک آرامش نسبی آرامش اقتصادی برسیم که حداقل همگی گی مادس به دست هم بدیم یک تعامل پذیری باشه بیاید سیاسیون ما فقط پنج سال را فقط پنج سال زیادتر نه پنج سال به خاطر افغانستان به خاطر مردم افغانستان کار کنن یقین کنین که اگر ای تو یک زینیت ایجاد شود افغانستان کاملا در پنج سال آینده یک تغییرات کلی رونما ما خواهد شد این زمان تحقق پیدا میکنه که همه گی با یک احساس ملی همه گی با فکر باشیم که باید و با پیشرفت وطن فکر کنیم وقت از منافع شخصی خود بگذاریم وقت به خاطر وطن فکر کنه کسایی که واقعا تاثیرگذار است Uh, م 100 دروم کا فرانسم په من سم درستي پخت نه په توګه په درې کلوونکو کې د ملي اولي حکومت اقتصادي حرکت سم دګه غلط ده رازي یا ناراض در بعضه کارای کې شوهه نه میچو گوفت کما ino ر نادیده میگیریم د نړۍ بزرگ اقتصادي پروژه تاپی کاسو 1000 بعضه ترانزيتي افغانستان کارهایی که واقعا صورت گرفته ایره ما نمیتونیم بگیم که اینا کار نشده واقعا کارهایی هم شده هنوز هم نسبت به ما گستردگی و مشکلات کلان که در کشور هست هنوز هم ما یک رای طولانی داریم باید مبارزه شوه و باید کار شوه تا که انشاءالله به ما هدفی که داره اما, اما, که شایسته مردم افغانستان است باید به ما دیر ازیاد چرا حالی که پروگرام که من قدرمن لډن کوسم په امرا ګرځوم د کابل په بازارونو کې د افغاني دراکړو ورکړي بيته سام د ۱00000 او سم د لمړنۍ توکو به دونکو دا وزمک د نن ورځې خبرونه شي درته وړاندې سوتر بل خبرونه مچ بیا خدمت ته ازري ګم په لو مهربان الله مصطارم خاط او بری دی سید الله پوان